یه خبر خوب خدمتون بگم که تیم والیبال ایران موفق شد که مصر رو در دو بازی در قاهره شکست بده و حالا تنها یک بازی رفت و برگشت در مقابل ژاپن براش باقی مونده که اگر از این دو بازی پیروز بیرون بیاد یعنی حالا مثلا فرض کنید یکشو به بازی یک ببره اما تعداد گیمایی که میبره بیشتر از ژاپن باشه به لیگ جهانی که درآمدترین رویداد والیبالی هست وارد میشه و برای والیبال ایران که به قول بسیاری شایسته حضور در المپیک هم بود اما نتونه سهمیه بگیره لیگ جهانی برای والیبال بسیار خوبه خبر بعد برای دوچرخه سواری این است که فدراسیون جهانی دوچرخه سواری اعلام کرده که تا وقتی اساسنامه فدراسیون دوچرخه سواری ایران اصلاح نشود برگزاری هر گونه انتخابات را قبول ندارد و ایران تنها می تواند مسابقات داخلی را برگزار کند این بدان معناست که دوچرخه سواری ایران از حضور در میادین بین المللی تعلیق شده است تیم فوتبال ایران در یک بازی دوستانه با تیم فوتبال اردن بدون گل مساوی کرد نکته جالب توجه این است که کارلوس کیروش انگاری با ما هم عقیده شد میگوید من هم حمایت میکنم از بازی کنم که به مطبوعات گفتن مصاحبه نمی کنی. دلیلی هم که آورده اینه که میگه شنیدم گفتن اشکان دجاگه نمیخواد بیاد بازی کنه برای ایران و از این حرفا این رو ایشون تکذیب میکنه و میگوید که مطبوعات رسالت خودشون انجام نمیدن و بازیکنهای من حق دارند که با اونها مصاحبه نکنند اما که نکردنم ایران میدونید که هفته آینده باید با لبنان بازی کنه یه در آوردن دوباره در هیئت مدیره باشگاه های استقلال و پرسپولیس. آقای افشارزاده رو که میشناسید مرد همیشه پستدار از صبح 23 بهمن 57 ایشون صاحب پست شده تا همین الان که ما در خدمت شما هستیم یا معاون تربیت بدنی بوده یا ربیر کل کمیتی المپیک بوده یا رئیس فدراسیون وزنه برداری بوده فکر کنم ایشون راحت در همه المپیکا جلو کاروان ایران رژه رفته حالا اصلا شما خیلی خوب آقا بازنشستگی نداره این شغلا حالا ایشون تا زیر رفته تو هیئت مدیره باشگاه استقلال. دیگه کی هست؟ برادر آقای محسن رضایی، آقای رضایی دیگر. آقای نجف نژاد نماینده مجلس بودن، آقای شهریاری. خوشتان باشد دیگر. منتا محمد پنجلی یه سری مطالب جالب گفته. محمد پنجلی میدونید که کاپتان تیم ملی فوتبال ایران بوده در بازیهای جام جهانی 1978 عضو تیم ملی ایران بوده در آرژانتین و در تیم منتخب آسیا انتخاب شده پنجلی میگوید البته برخی ها نیز همیشه در هیئت مدیره ها حضور دارند و سند هیئت مدیره باشگاه ها را به نام آنها زده اند با اشاره به استعفای خود از هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس میگوید که اگر اعضای هیئت مدیره نقش خود را ایفا می من استعفا نمی دادم ایشان در مورد وضعیت نامساعد تیم پرسپولیس میگوید مگر کل فوتبال ما وضعیت خوبی دارد که میخواهیم پرسپولیس وضع مناسبی داشته باشد زمانی وضعیت باشگاه های ما به ویژه تیم های پرسپولیس و استقلال درست می شود که فوتبال ملی ما قدرتمند شود و بتواند در آسیا جایگاه سابق خود را پس بگیرد او به عمل مانوئل جوزه مربی پرتغالی تیم پرسپولیس میگوید مگر کیروش که بسیار بهتر و مشهورتر از جوزه است توانسته در فوتبال ما موفق شود گفته که هر مربی حرفه‌ای حتی برترین های جهان هم در فوتبال ایران ناموفق خواهند ماند زیرا مجبورند تفکرات حرفه‌ای خود را با تفکرات آماتوری عوض کنند اینم صحبت های محمد آقای پنجلی اما یه نکته میخوام خدمتون ارز کنم که شاید به برنامه ما زیاد رب نداره منطقه ما چون کار تلویزیون میکنیم تلویزیون برامون مهم هم دیگه البته ما به تلویزیون های دیگه ای که حالا خارج از کشور و اینا هستن کار نداریم چون اونا با بودجه خود یه سری افرادی میگرده و حالا یه راضی هن یه ناراضی هن اینا به ربطی نداره اما تلویزیون داخل ایران که مال خودمونه دیگه حداقل خودمون فکر میکنیم که مال ماست چون بالاخره پولش نفت و اینا سهم کوچولوی همه ماها داریم دیگه آقای زرقامی در مورد ترجمه صحبت های محمد مرسی رئیس جمهور مصر اینجوری میگن اول خدمتون بگم این تو سایت تابناک نوشته خیلی هم دستش درد نکنه حرفای آقای مرسی رو ورداشته حرفای اصلی شو دقیقا نوشته که چی گفته نوشته که در ترجمه سیما آمده بود که دو ملت فلسطین و بحرین و دیگر ملت ها اکنون در حال مبارزه هستند. تونس از پس آن آغاز شد و لیبی و یمن را شاهد هستیم جملهش زیاد سعی نیست ولی به حال این عین چیزی است که نوشته و تحولاتی که همکتون در بحرین شاهد آن هستیم ما همگی اکنون در برابر چالش های بزرگی قرار داریم ملت های فلسطین بحرین و سایر ملت ها در حال مبارزه هستند تابناک اضافه میکنه که همه جا به بنا... جای نام سوریه که در سخنان آقای مرسی بوده تلویزیون کلمه بحرین رو به کار برده همچنین بخشی از ترجمه سخنان مرسی که بر برکناری دولت بشار اسد تاکید داشت در سیما این گونه ترجمه شد حکومت سوریه مردمی است و باید باقی بماند مثلا کار ندارم حکومت سوریه مردمی هست نیست باید باقی بماند باید برود مرسی خوبه نمیدونم بعد جز اخوان المسلمینه شما گوش بدید ببینید آقای زرگامی چی میگن میگویند که در هنگام زرگامی رئیس صدا و سیماست مترجم در یک اشتباه لفظی به جای سوریه گفت بهره در یک اشتباه لفظی نه یه بار چهار بار به جای سوریه آدم بگه بهره نمیشه گفت اشتباه لفظی این دو تا کلمه از نظر بار سیاسیش بار سیاسیش به خصوص از دید شما و بار سیاسیش از دید مخالفین شما عین سفید میماند و سیاه اگه میشه اشتباه لفظی روش بشه